بنده در 1306 شمسی در تهران خیابان ثنی‌الدوله که امروز بهش میگم سعدی به دنیا اومدم. پدر من مرحوم سید یعقوب انوار بود که ایشون با 7-8 فوش به سید نعمت الله جزایری فقیه معروف دوره 8 یا 9 فوشتش به اونجا میرسید. پدر من در شیراز بود و در اونجا پدرش هم چیز بود، حجت الاسلام ارزکان فارس بود. ایشون بعد اومد در شیراز در مدرسه آقا خان درس خوند، بعد به قدری طلبه خوبی بود که استادش آخوند ملا احمد شونه میگفتن، اسمش هم معروف از فضلا بود، او تشویقش کرد که بیاد تهران درس بخونه. ایشون اینها همه در دوره قاجاره. ایشون در 1314 قمری از شیراز اومد تهران و شاگرد مرحوم میرزا جلوه شد در فلسفه مشا بر بعدم شاگرد فلسفه در فلسفه متعالی شاگرد میرزا هاشم رشتی معروف بود و شاگرد بسیار مبرزش هم بود. بعد در فقه اصول هم شاگرد میرزا حسن آشتیانی بود و بعد از مرگ او هم شاگرد مرحوم عاشق عبدالنبی. و در هر دو که در فلسفه و که در فقه به سرآمد رسید، چیز به اصطلاح اجتهاد گرفت و خودش مشغول بود که و چیز مشروطیت پیش آمد. و ایشون مدتی در اصول شاگرد مرحوم زنجانی بود آمیر طاهر نظام اسمشه، ظاهر زنجانی بود. اون زنجانی چون زبان عربی میدونست از روزنامه های مصری آزادی و دموکراسی و این چیزها به حد خودش میخوند و اینا میگفت و پدر من تعریف کرد، میگفت وقتی درس تموم میشد بر ما یه مقداری از این چیزها صحبت میکرد. از این بود که تا بحث مشروطیت اومد به واسه اون اطلاعات قبلی که از طریق زنجانی کشف کرده چیز کرد به دست آورده بود، عمیقا وارد مشروطیت شد و 90 روز زنجیر باقشا رو به گردن گذاشت. مدرس با پدر من سفر مهاجرت با هم بودن، اصلا با هم دیگه توی اتاق میگفته هم از زندگی میکردیم و خیلی هم نزدیک بودن، چون خب هر دوتاشون هم آخون بودن. گفت اصلا بعد از اینکه در سفر مهاجرت تموم میشد میامدیم تو میشستیم شروع میکردیم به بحث حقوق. گفت اومدیم حلب با یکی دیگه از مهاجرین که فلسفه بود بحث فلسفه میکردیم با هر مرحوم مدرس میخواست دخالت کنیم، گفتیم که در معقولات دخالت نکن، تو همون معقولات باشه. و بله وقتی هم اینطوری که میگن من به دنیا اومدم همسر ایشون مهمان ما بود، دعای این چیز تو گوش ما خود. گفت بی نام و نشان باش که در کوی خرابات، بی نام و نشان هر که بود صاحب نام است. تمام دوستانم همه الان به خاک رفتن، به قول
به فران راسل دیگه هر کی صحبت میکنم باید بگم خدا بیامرزتش. معرفی استاد انوار کار بسیار دشواری است، اونم از طرف من که توانایی علمی معرفی ایشون رو ندارم. شما کم و بیش با بخشی از آنچه که ایشون انجام دادن در زمینه‌های گوناگون آشنا هستین. حوزه علاقه ایشون اونقدر گسترده است و در هر کاری هم که دست زدن کارهای بسیار درجه یک و در خور اعتنایی رو نوشتن، تألیف کردن، تصحیح کردن. خب علاقه اصلی ایشون ریاضی بوده است که میدونید، بعد از ریاضی به ادبیات و بعد تصحیح نسخ خطی و آشناییشون. و ما الان متجاوز از 30 جلد فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی رو مدیون استاد انوار هستیم. مادر من زن بسیار مقدسه ای بود که زن پدر من شد، با اون از یه تربیت دیگه بودن، از یه تربیت دیگه خوب تونستن همدیگر رو عذب کنن. من دو تا خواهر داشتم و سه تا برادر، یعنی دو تا برادر که با خودم سه تا میشد. دو تا خواهر من نرم فوت کردن، برادرام دو تاش، چون یکیشون در 65-6 سال در انگلیسی که استاد دانشگاه اکسفورد که الان بازنشسته شده، اون یکی دیگه چون باز 40 خورده سالی که در انگلیس پزشک بود و در انگل شناسی شروع کرد به کار کردن و متخصص انگلی، اونم استاد اکسفورد بود. خانواده ما جوری بود که رابطه پدر و مادر خیلی نزدیک بود، یعنی اون موقع پدر و مادر مثل صاحب الان نبود که هر جا مرد میره زنم عقبش را بیفته. مرد صبح میرفت بیرونی تا غروب، شب هم میامد دست جمعی با هم شام میخوردیم. روابطشون بسیار خوب بود، چون روابط هم اختلاف نداشت دیگه، ما هم اختلافی نداشتیم. بله هر دوتاشون رو برامون احترام، الان دیگه خیلی به پدرم احترام میذارم، چون واقعا این وادار کرد که من دروس همین چیز حوزوی رو بخونم، چقدر میفهمم، به نفع من بودش. وقتی که درس ابتدایی مدرسه معمولی رو میخوندیم، به موازاتش هم درس های حوزه رو میخوندیم. و من تا کلاس 6 ابتدایی که خوندم، به طبعا 6 هم شاید اول تهران شدم، همیشه که 1316 میشه 6 خردادش اونجا، من تا اون موقع تمام این جامع المقدمات 14 کتاب آخوندی رو خونده بودم. بعد از اون سال اول مدرسه، اون موقع امریکایی ها مدرسه کالج رو در دست داشتن، یعنی در دست اونا بود، اونجا ما همش درس ها رو به زبان انگلیسی میخوندیم. اونجا که رفتم هم در خونه مجبور بودم که کتاب حوزوی رو بخونم. پدر من همیشه میگفت اگر تو یه روزی دو سطر شفای بوعلی رو خوندی میگم فیلسوفی. من از بچگی امپریوریته راجع به این مطلب پیدا کرده بودم و همیشه دلم میخواست که این کار، این شفایی که میگن و راست هم میگن، در اینکه از در حوزه ها که الان درس داده نمیشه و در اونجاهایی هم که درس داده میشد در قدیم، که خود پدر منم شاگرد مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه فیلسوف معروف بود، اونم دو جلدش خوندن، الهیات و طبیعیاتش رو. ولی من همش دلم میخواست یه روزی اینا رو بتونم بخونم و برای این کار هی شروع میکردم کتب دیگه خوندن که به اصطلاح قوی بشم. تا اینکه بعد از سالها در یه منزل اجاره کرده بودم که موجر من از فارغ التحصیل های مدرسه مغول و منغول بود و فلسفه خونده بود، میامد از من خواهش میکرد من براش راجب فلسفه قدیم کانت اینا هست چلان داریم ترجمهش میکنیم، کانت و هیگل و اینا میگفتیم. یه روز من گفت استاد میتونی برای من شفا درس بدی؟ گفتم والا آرزومه، اجازه بده من خودم. بعد خون فن سمای طبیعیشو خوندم، دیدم خوب میفهمم. به قدر اون روزم خوشحال شده بودم که حد نداره. بوعلی سینا یک فیلسوفی است که با تاریخ بشر میمونه، چون ذهنش وابسته به زمان نبود، یعنی
ذهنش اینا از اون ذهن‌هایی هستن که به نظر من مسائل بهشون الهام میشه. این کتاب در تاریخ 1371 در قریه رحمان آباد از منظمات کاشانک شمیران در هوای بسیار سرد و ابری که آمده شد را تا حدی مشکل کرده بود به پایان آمد و تا این تاریخ 19 کتاب از 22 کتاب دایره المعارف شفا را تصحیح کرده و رفع مشکلات لفظی و معنوی اون را نمودم. اون موقعی که من فارغ التحصیل شدم شعبه ادبی رو گرفتم، کنکور حقوق دادم، قبول شدم، مرسی حقوق رفتم. بعد از اون پدرم گفته چه نه کسی امر اصیل رو به جای امر اعتباری فدا نمی کنه. این حقوق فردا عوض میشه، یا ریاضی بخون یا فلسفه خون. اومدم رفتم ریاضیات محضم اسم نوشتم در دانشسرای عالی. اون موقع هنوز جزء نبود، جزء دانشسرا بود. بعد این دوتا رو تا با هم بود. در اونجا که رفتیم هیچ کتاب، خیلی از لحاظ کتاب ضعیف بود، هیچ کتاب ریاضی عالی نبود مگر دو جلد به فرانسه بود. و خدا چون من هندسه خیلی خوب کار میکردم، من اون متوسط اینا دکتر هشرودی معروف استادم بود، خیلی لطف به من داشت، گفت تا انگلیسی فرانسه نخونی نمیتونی ریاضی دون بشی. من جوانی بود، من اون موقع جنگ جهانی جهانی بود، فرانسوی ها در ایران یه مؤسسه ای با کردن به نام فرانسه کمباتان، فرانسه جنگجو، اونجا تربیت میکرد ولی با روش خیلی سنگین. منو برد اونجا سپرد و به قدری من برای اینکه زبون یاد بگیرم آقا جان شما طوری که گرفتم بعد از چهار ماه چی هیچ اصلا یه حالت رعشه گرفته بودم. شب و روز لغت کار میکردم یا فرانسه رو از آب و گل گذروندیم. بعد اتفاقا بعد از اینکه تموم شد در با مرحوم مهندس بهجت که پدر ریاضی ایران، یکی از که افرادش بیچاره گمنام رفت، اینجا اینا پایه های دانشکده فنی رو گذاشتن. ما اینجا روی هندسه پروژکتیو که از هندسه است که درس میدادن این روش متخصص بود، ما در اون با پیش مرحوم مهندس بهجت یه دور دیگه ریاضی رو دوره کردیم. منتها این میگفت من زبون فرانسه این چیز رو، این ریاضیات عالی رو یاد گرفتم، در گان یاد گرفته بود، این که به فارسی مشکلش بود. دقت میکنید من برای اینکه چیز بشه با اونم 3-4 سالی که با هم کار میکردیم آن یه دوره پراتیک زبان بود. در خیابان قوام سلطنه سیه تیر کنونی استاد بدون تعطیلی، چون تعطیلات رسمی مملکتی 20 سال تمام، ایشون یک نفره در اون کتابخانه به فهرست نویسی این گنجینه بزرگی که اگر این کار رو استاد نمی کردن ما نمی تونستیم بدونیم چی داریم، و یکی یکی نسخه ها رو، تک تک جلد ها رو خوندن و براش مشخصات کتابشناسی تعیین کردن. شما ملاحظه کنید که متجاوز چند جلد شد استاد فهرست کتاب؟ اون باقی مالمانی ده جلد، در ده جلد هزار صفحه‌ای. بله بله، در ده جلد هزار صفحه‌ای. شما تصورش رو کنید چند عنوان کتاب، در هر صفحه هم دو یا سه کتاب معرفی شده است. این یک بخش از زندگی پربار ایشون هست و یه گنجینه‌ای به فرهنگ ملی ایران، زبان فارسی اضافه کرد. این کتاب های خطی شامل همه چی بوده، علوم مختلف، سفرنامه، متن ادبی، خاطرات در حوزه های مختلف علوم. حلول مسائل منطق ریاضی من میاره الان نشون بدم بگیم الان احلی الان نمیتونی همچین چیزی بریمسه. خدا بیامرزه مرحوم دکتر مصاحب، شنیدین اسمشه دیگه، غلام حسین مصاحب، من به خدا این کتاب منطق ریاضی که در آورد من گفتم این مسائلتو تمام حل میکنم، فوت کرد. حالا میخوام اگر چاپ بشه بگم دخترش اجازه میده نمیده، الان میارم بهتون.
این حل المسائل منطق ریاضی است و این تمام مسائلی که در کتاب منطق صورت آقای دکتر مصاحب بوده من گرفتم تمام شناوه. یکی از رشته‌های ریاضیات نو و نیو ماتماتیکس. این لوم است؟ بله، اون چهار لوم است. حتی تا احکام به معنای اخصش هم خوندم. من چهار لوم رو که خوندم تمام حواشیش رو خوندم. ولی که با استاد نداشتم از حواشی مشکلاتم رو در می آورد. علوم معمولیمون که در دانشگاه معلم هم معلم کیا بودن که اسمشون هست. ولی از علوم خارجی من علوم قدیمه رو پیش کسی نخوندم. منتها پدر من میگفت باید بگن یه کسی این مرحوم شیخ مرتضای مطهری هستش که الان خیلی معروفه. این در قم موقعی بود که تازه متأهل شده بود مثل که حق اون موقع قبل از انقلاب بود. یه روز یکی بهم گفت فلانی این خیلی خوبه میخوای چیزی؟ گفتم آره من میخوام باشم. وقتی اومدیم منظومه رو همین شهر منظومه حاجی رو گفتم. بعد گفتم آقای مطهری شما گوش کنید من ترجمه میکنم هر جا غلط باشه اینا. اتفاقا خیلی هم خوشش اومد و من شاید یکی دو سه جا بود که رفع اشکال از من کرد و همیشه هم میگفت خدا بیامرزتش که من این حوصله دیگه نه پیدا نکردم درس بده. و البته استاد دانشگاه شد و بنده زندگیش خوب شد و مطهری از این جهت به نظر من آدم خیلی کاملی بود. خوب یادم میاد که مثلا ما کفایه آخوند میخوندیم یه تیکش بود و من گفتش که اینو نخون بده من بگم. این مسابقه گشته بودم در قم که آقای بروجردی میسین که این زمیراش گفت من گفته بودم و این گفتم این و دیدم خوب میامد این حالا که مرده باز در پشت گفت کار سیاسیشو من نمیدونم ولی کار علمیش خیلی آدم بود و یکی هم بود که بهت بگم به ایمان داشت یعنی به اون چیزی که میگفت من امتحانش کردم پنج سال باش کار میکردم امتحانش کردم به اون ایدهی که داشت ایمان داشت به خدایی که میگفت ایمان داشت واقعا هم راجع به این مسئله با جان میکوشید و فکر میکنم اگر زنده بود خیلی به نظر من برای جمهوری اسلامی مفید بود چون در این حال آدم متجددی هم بود. دیدم تو یکی از نوشتجاتش گفته علوم حوزوی خیلی داره در اصول شاگرد جدلکن درست میکنه و این معلومی که عمق قضایی رو فهمیده بود. خدا بیامرزتش در حقیقت. اینش کتابشه بهترینه. یکی از اینه که ادعای منطق میکنن بیان یه همچه کار بیارن نشون بدن. در دانشکده او به ما اصول و سال سوم قضایی اصول رو اصول فقه و چیز میداد قواعد فقه درس میداد. این به قدری انسان دقیق بود در کار علمی و الان هم دارن بهترین کارش هم رهبر خرد بخونیم ببینید چه کار عمیقی در منطق کرده چگونه برکردی که بینید من شرحش کردم الان هم منطق داره چاپ میشه با شرحش ولی دارن چاپش میکنه چاپ سوم میشه یا چهارم میشه. استاد انوار در واقع نماینده و برکشیده یه نسلی هستن که الان دیگه تقریبا میشه گفت غیر ممکنه به وجود اومدنشون. تنوع مطالعاتیشون در حوزه‌های مختلف شما فکر کنین از ویتگنشتاین ترجمه کردن تا تحافت الفلسفه غزالی رو از تمام آثار ادبی معاصر دوست بسیار نزدیک بسیاری از آدم‌های مهمی که در ادبیات حضور داشتن. من یادمه که حدود 30 سال پیش بیش از 30 سال پیش که در مورد آل احمد کار می‌کردم با جلال آل احمد ما مدرسه حقوق دانشتر عالی که وارد شدیم من شعبه ریاضی بودم اون شعبه ادبیات فارسی بود و اونجا ما یه چیز داشتیم یه جلسه ای داشتیم که قسمت ادبیات و علوم با هم دیگه در جلسه ادبی بود. دقت میکنی جلال اونجا موقع تازه اول کارش بود می نوشت می اومد اونجا منم گاهی وقتا شعرم میگفتم تو اون جلسه ها شرکت میکردیم از اونجا رفاقت پیدا کردیم. دقت میکنی جلال به نظر من این آخر یگانه کسی است که تو نسل جدید ایران دیدم که به وضع قدیم پشت زده بود ولی به چیز نو رو آورده بود و یگانه کسی من دیدمش که الان همیشه هم در غیبتش میگم الان شاید 40 سالش و 7-8 سال مرده که معتقد بود که ما ایرانی ها باید یک اصولی رو به وجود بیاریم و به اون اصول علاقمند باشیم.
من مترجم اداره نگارش وزارت فرهنگ و هنر، وزارت معارف قدیم بودم، مترجم فرانسه و انگلیسی بودم اونجا. بعد در کتابخانه ملی رئیس قسمت خطیش دکتر محقق بود، اون رفت به انگلیس. بعد برای من بعد خواستن جانشین کسی پیدا کنن، خیلی مشکل بود براشون چون این کتابها در دست کتابهای خطی بیاست به دست چیز نسخه اون کسی که متصدیه که بخش نسخه خطی کتابخانه ملی میشه سپرده بشه و به هر کسی نمیدادن. خوشبختانه حالا یا به هر وضعی بود میشه که پرونده من جور بود که اجابت کرد که به من دادن. وقتی من رفتم اونجا رئیس قسمت خطی نسخه خطی شدم. اونجا در حدود 8000 جلد نسخه خطی بود، یعنی شما که بعضی از جلدها شامل چندین در 20 یا 30 رساله بود. اونجا نسخه خطی از اونجا شروع شد به فهرست نگاری که حالا اونم یه داستان مفصل بره. مرحوم ایرج افشارم در حدود یک سال بعد رئیس کتابخونه شد و اون اومد به من گفتش که باید این فهرست نسخه خطی رو بنویسی. اون موقع هم در تهران فهرست اصلا تمام کتابخونه های ایران دو تا فهرست داشت، یعنی دو تا جلد فهرست بود، یکی فهرست حدائق بود، یکم فهرست اعتصام الملک، یک جلد فهرست اعتصام الملک بود از کتابخونه مجلس، ولی اینا روی یه قاعده معین نبود فهرست نگاریشون. هر فهرست نگاری کتاب رو به مثل یه آینه میگرفت، خودش هر چی دلش میخواست میذاشت. من به ایرج افشار گفتم که ما اصلا کاربرگه به اصطلاح کتابدارا راجع به فهرست نسخه خطی نداریم. گفت بسیار حرف صحیحه. یه جلسه تشکیل داد، 5 نفر بودیم. مرحوم مشتبه مینوی بود، عباس زریاب خویی بود، مرحوم دانش فجو بود، من بودم با خودش. و در عرض رئیس این جلسه مرحوم مشتبه مینوی شد و اون به ماها گفت هر کدومتون 20 عنصر راجع به فهرست خطی و شناسوندن کتاب بنویسی و بیایم اینجا ما برای اولین بار در ایران کاربرگه نسخه خطی تشکیل بدیم. این کاربرگه اومدیم و در اونجا بودن به صورت وضع اداری امروز که امروز یه حرف بزنن یه ماه بعد انجام بدن، به فوری در ظرف 2 روز یا 3 روز ما هممون نوشیم و آوردیم و اونجا در کتابخونه ملی این فهرست رو درست کردیم که کاربرگش یه نمونهش اینجاست شد نشونتون بدم و این کاربرگ الان استاندارد دنیایی شده. بحث کتاب شناسیه، یعنی کتابی که بحث میکنه اون نسخه مفصل خصوصیاتش نوشته شده به طوری که هر کسی احتیاج به اون کتاب داشته باشه وقتی این فهرست رو میگیره میخونه اطلاع اجمالی به مطالب کتاب پیدا میکنه و بعد اگر خواست اطلاعش کامل تر باشه خود کتاب رو میگیره. بعد این یه طرف برگم کنان که الان میبینی خواص فیزیکی نسخه است که این جلدشیه، کاغذشیه، رنگشیه، فتول عبابشیه، تزیناتشیه، کاتبشیه، تمامش ها چون کار رو برش برمیگیرید که من احتیاج به توضیح ندارم. و به این ترتیب یک نسخه که به این ترتیب روی این کاربرگاه اومد کاملا هم از جهت فیزیکی و هم از جهت علمی شناخته شده است و به این ترتیب برای اولین بار در ایران ما این که فهرست رو شروع کردیم، یعنی این کاربرگاه رو گرفتیم و از روی همین کاربرگاه رو منعکس توی کتاب کردیم و در 10 جلد 6 جلد کتاب عربی و فارسی و 4 جلد کتاب عربی فهرست شد و کتابخونه ملی تا اون روزی که بنده بودم و کتاب خطی داشت تمام شد، کتاب های خطی. و این نحوه کار ما بود. البته اینجا یه چیزی هم بود و اون اینه که مسئله فصول و ابواب و کتاب ناشناخته گاهی بیش از این 5-6 سطر میکشید و من میآوردم مشابه میگفت این کافی نیست، گفت میگفت جا نداره، میگفت از این روی یه برقه ها یعنی یه یادداشت های کوچیک بنویس اضافه کن و به کتاب به کاربرگرد ملصق کن به اصطلاح استفلش کن.
من این کار دارم که بعضی باقات واقعا وقتی میخواستیم برای چاپ بدیم این کاربرگه تنها با این مقادیر زیادی میشود. وقتی که میآوردیم مطالب کازر میکردیم طبق همین که کاربرگه ها برای فهرست کردن یارو میگفت آقا 10,000 تومان میشه من چیکار باشم با 500 تومان نمیشه. ناچار متاسفانه مقادیر از اون کاربرگاه ها رو در میآوردیم با این حدود آخر دفعه با 800 تومان 300-400 تومان عجیب خودمون پول میدادیم و فهرست میدادیم و فهرست مچاپ شد در دلشون بردیم بیرون که الان هم هست نگاه کنید و نسبتا اونهایی که روی این فهرست کار کردن و به اصطلاح چیز کردن عکس برداری اینو کردن خیلی تعریف میکنم میگن خیلی فهرست مشکل گشاییه. کتاب دره و تاج علامه قطب الدین شیرازی رو درس میدادم، یک فصل اون کتاب راجع به موسیقیه که قطب الدین خودش هم موسیقیدان یعنی بیزده یعنی عامل موسیقی بوده، موسیقیدان بزرگ بود و اونو من خوندم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. دیدم این ما موسیقی بسیار محکم و قوی داشتیم در و تمام موسیقی خواص موسیقی را میتونستن اینها اجرا کنن که این از اولش از موسیقی کبیر فارابی شروع شده و الان اون کتابو دید بر خودم لازم دیدم که شرحش کنم الان نشونتون میدم. این فارابی در اینجا داره نشون میده تسبیح یعنی کوک کردن تارها و هم دیگر صحبت میکنه بسیار مختصر گفته اینجا چنان که شما تو این هاش میبینید تا اونجایی که ضعف اشکال میکنه من سعی کردم توضیح بدم و چنان که اینا رو انشاءالله در چاپ کردن میریم که جملات خیلی مختصر فارابی بیان گردیده بشه. اینجا نشون دادم که ملایماتی که فقط میگه نسبت فلان فلان نسبت قشنگ کاملا براش نوشتم. حواشی همش همینه تمام مشکلاتش رو چنان که میبینید شرح کردم. کارمون تمومه اینه که ولی داریم پاکنویسش میکنم که انشاءالله برای چاپ آماده بشه. موسیقی هم دو دوره داره، یه دوره فارابیست و بوعلیست و ابن زیله است تا میرسه به اواخر یعنی به دوره چیز مغول ها که صفی الدین ارموی و گروه اون میان، مراغی میان. این تا اونجا کارهاشون رو تا اونجایی که تونستیم ترجمه کردیم هست، الان اجازه بدیم بعد هم نیست عکس بردیم از روش. ولی بعد از اونم تا از کارهای مراغی ارموی دو جلدش ترجمه شده یعنی با یعنی چاپ شده. مراغیش هم الان روی چیز جامع الالحانش کتاب معروف مراغیش جامع الالحان در موسیقی اونو که بنا تمام مشکلاتش رو حل کردیم بنا شده یکی گرفته چاپش کنه اونم هست. و از این جهت من اون موسیقی گذشته رو بسیار قوی میدونم چرا که اونها میتونستن همه گونه کارهای موسیقی رو انجام بدن بدون اینکه احتیاج به این نوت فرنگی و این کار رو داشته باشه. دستگاه ها سابقا 12 دستگاه داشتن که اون 12 دستگاه حالا بعضی هاش در این دستگاه های چیزی ردیفی شده جزو گوشه ها دقت میکنید. ولی بهترین 12 چیز 2 تاست به نظر من 2 تاست خیلی تصمیم، یکی ابو عطا هست یکی اصفهانه. این 2 تا خیلی چیزی موسیقی قشنگ، موسیقی عمیق، موسیقی عرفانی خیلی قویه. ما در لغتنامه ده خدا کار میکردیم، اونجا کار میکردیم. رئیس که لغتنامه مرحوم معین بود، محمد معین. محمد معین یه روز من و دکتر شهیدی هم که اونجا بود خواست، گفتش که دوره نادره رو ایشون کار کنه، جهانگشای نادری رو تو کار کن. گفتم چش. بعد از اون دوره نادره فقط میدونین کسایی که اهل چیزه تاریخ نیست، لغت پردازیه، نثر مرصع به قدری لغت مونده. در اونجا هم این آقای کیس آقای نصیر استرابادی خواسته به جنگ وصاف بره، در حالی که وصاف رو داریم الان چاپ میکنه یک کسی، به مراتب اون لغت پردازیش قشنگتره ولی این به قدری
مشکل کرد نداره. خب شهیدی اومد اونجا، خب لغتنامه بود، کمکش شده و چاپ شد. بعد بهش گفتم، به آقای موین گفتم که آقای دکتر خب ایشون لغت کار میکنه، من چی تو اینجا؟ خب هر جایی که نادر ستاد آرتشش رو گذاشته تو اون تاریخ جغرافیاییش رو کار کن. آقا ما گفتیم قبول کردیم، بعد دیدیم عجب کار مشکلیه، چون یه دکوره های نادر با ستادش رو کار گذاشته کرد نداره. و این باعث شد که ما مقادیر زیادی ما سفرنامه داشتیم در خطی، سفرنامه های افغان داشتیم، سفرنامه های عرب، حمله هایی که نادر در بغداد و اون طرف کرده، تا همه اینا رو ما خوندیم و خیلی هم موثر شد. خیلی نقاط جغرافیایی التیز رو وقتی چاپ شد، مال افغانه ها به قدری شد که فرهنگ جغرافیای افغانستان دو جلد کتابشون رو بر ما فرستاد که بعضی جاهایی که ما نداشتیم شما پیدا کردیم. ما از این کتاب ها میخوندیم و پیدا میکردیم. تهران هم داره به سرعت وسعت پیدا میکنه و این شهر قدیم داره در درون شهر جدید له میشه. اصلا با این سرعتی که داره تهران پیدا میکنه، شهر قدیم شاید یه هشتمش هم نشه. این بود که شروع کردم روزها پیاده روی میکردم، روزی شاید واقعا بعضی روزا 30 کیلومتر در تهران همینطور از این طرف از اون طرف میرفتم و نقاط یا جمع‌آوری میکردم. تو تهران اول دفعه اینطوری که تاریخش مفصل هست، در زمان شاه تماسه به اول که میامد از قزوین که بره سر قبر هموش در حضرت عبدالعظیم بود، از تهران میزد. این تاریخش رو مفصل نمیشیم. بعد از اما لازم این که کلمه لغت تهران از کجا پیدا شده، به زحمت زیاد ما از منابع جغرافیایی در نیاوردیم، از محمد ابن دولاوی تهرانی در آوردیم و بعد دولاب رو شناختیم، از لغت دولاب تهران رو شناختیم. حالا این یه بحث جلاهده است که تو تاریخ تهران هم نوشیم. بعد شروع کردیم، بعد این تهران همینطور یه دهی بود که بعد از خرابی ری شروع شد بزرگ شدن، تا شاه تماسه اول که میرفت دو بار که از تهران یا سه بار که اودش تهران خوشش اومد، گفت دوره برش رو بارو بکشن و خندق بزنن. حد شمالیه که شاه تماسه بود میخوره به خیابون چراغبرق کنونی امیرکبیر، حد شرقیش میخوره به خیابون سیروس کنونی، حد غربیش میخوره به خیابون خیام، حد جنوبش میخوره به خیابون شوش. این وضع بود و تهران در این فاصله گسترش پیدا کرد و تا وقتی هم که پایتخت نبود میتونست خودشو بکشه، ولی پایتخت شد، یواش یواش به تهران اضافه شد و تهران به قدری مشکل شد که حالا اینا دیگه مفصل تاریخ تهران گفتم برای شما که فتلی شد، چگونه معمار آورد از اصفهان و چگونه در تهران سازی کار کرد. بعد میرسید خان امیرکبیر که اومد 200 خونه در قدم اولش برای تهران ساخت و با این وجود در 1284 دیگه تهران اون تهران نقشه کافی نیست و برای اون نقشه هم که بخوام بشه نقشه گروزوس که به ایرانی ها میگن کریشش، یکی از معلمین اول دارالفنون بود که با شاگرده دارالفنون نقشه رو کشیده، نقشه 1275 معروفه. بعد ناصرالدین شاه در 1284 قمری به گفت به طرف شمال 1500 قدم، به طرف شرق و غرب با جنوب 1000 قدم برید و تهران رو وسیع بکنید. مفصل من اون روز جشنش هم توی یکی از مقالاتم نوشتم. آمدن و شمال میخوره به خیابون شاهرضا که الان بهش میگن چیه؟ خیابون انقلاب به نظرم میگم. شرقش هم مال ناصرالدین شاه میخوره به که اون نقشه ایست که حاج نجم الدوله داره ها، که 1109 بهش میگن. غربش میخوره به خیابون سیمتری، شرقش میخوره به خندقه هاست، حالا اینا خندقه ها، خندقه ایست که میخوره به چهارراه فوزیه، اون وقتا میگفتن، حالا میگن چهارراه امام حسین، از اون خیابون که بیان پایین میخوره. جنوبش هم میخوره به خیابون شوش کنون نزیر خیابون چیزی که الان هست. در این فاصله در بود تا زمان رضا شاه که 1109 رضا شاه خندقا رو داد پر کردن و یواش اون خندقا یه نفری داشت که اجازه نمیدادن در خندق، یعنی عمل اجازه نمیداد که در خارج خندق خانه بسازن، ولی دیگه از اون به بعد یواش یواش خانه سازی شد. منتها در دوره پهلوی دوم اومدن تهران رو به دو قسمت کردن، تهرانی که
در چند سال اینقدر میتونیم بدیم بقیه زمین ها میموند که بعد ها مثلا بشه. یا میشه کارهایی که فرنگی ها در میکنن در فارس ها من دیدم همین کار میکنن. یعنی که میگن این در این تا این فاصله زمانی این نقاط ما آب و برق و ایناشو میدیم. بقیه ها الان دیگه نمیدیم. اونجا زمین چیزه. منتها در تهران بعد از انقلاب بنا شد که الان یکی از مشکلات تهرانه که حد و حدود نداره. هر جا که میره حد بذارن یکی میره یه خونه میسازه بغلش یارو میاد یه خونه دیگه یه محله اضافه میشه و مشکلی که الان من بهتون میگم برای ایران برای تهران خطر بی آبیه. زیرا الان سه تا رودخونه رو به ایران بستن به تهران بستن یکی جاجروده که سد لطیانه یکی کرج سد کرج یکی هم میگن آب لا رو بردن اینجا و این آب کافی نیست و از تهران شنیدم آب زیرزمینی که دارن میکشن بیرون میگوین که تهران روزی مخصوصا در ناحیه جنوبی روز 36 سانتی متر داره فرو میره و این دولت باید فکر بکنه که میشه که امیدوارم که این فکر در اینجا کرده وقت در اینجا محلهای مختلف تهران و خانه های قدیم اینا همه رو من برای خودم یه چیز برداشتم یکی یه فیش کوچیک برداشته بودم و بعد شروع کردم به نوشتن مقالاتی پنج مقاله نوشتم که اون کتاب میشه که توقیف شد که هر جلد هر مقالهش توی یه جلدش در می اومد خانم کوبان نامی متصدیش بود که خدا بیامرزدش چی شد استاد دانشگاه بود بعد از انقلاب میشه که رفت به فرنگسون دمیست که در فارس فوت کرد یا نمیدونم در یکی از شهرهای اونجا این تا از من دو سه تا مقالهش نساسن خوب یکی باغ سرداره یکی باغ نگارستانه که خیلی دیدم تجدید چاپش هم کردن بعد هم از پیاده روی غربی لاله‌زار شروع کردیم خونه ها رو یک یکی نشون دادن تا پیاده روی شرقی که پنج شیش مقاله شد که چاپ شد حالا هم گاهی در پای تهران میرسه و این نقاطی که میدونم کمک میکنم به افرادی که علاقه مندن. ویژگی مهمشون هم فروتنیشون هست و عدم حضور و به سختی در این سالها یکی دو بار اینجا و اونجا حضور پیدا کردن و عشقشون کتاب گوشه کنج کتابخونهشون هست و مطالعه و در تمام زمینه ها البته در خونهشون به روی طالبان علم و دانشجویان و کسانی که تو این زمینه کار میکنن همیشه باز بوده و نسبت به جوانها هم همیشه لطف داشتن. میتونم بگم که در خاورمیانه ایرانی ها باهوشترینشون هستن. نمیشه اون که همین خانومه کی بود میرزا خانی که گفتی کنم یکی اینا سوش شنیدم نظیرین در امریکا خیلی هستن. حتی اساتیدشون میگفتن که الان مثل همین خانوم صاحب مقام علمی هستن اینا هستن و اینجا خدا کنه یه بعضی پیدا بشه که اینا بتونن دقیقا کار کنن و دقیقا کارشون مورد استفاده بشریت قرار بگیره. یه جلدشه، حالا اون جلدش هم میگم که چه تاریخی تموم شده. بله این جلد اولشه. نه، من اونجا شهر دارم. بخون. ببینید چقدر باز یه جمله شهر دادش. اشاره به این است که باید درباره ترجیح از حیث صدور و جهت صدور و در باب اجماع منقول صحبت شود. این گذشته شد که این نامه به عنوان رسید بیشتر از عمر به پایان رسید. در جمعه 21 هفته 1374 با نهایت خستگی و کسالت خاصه ناراحتی چشم
مطالعه و محاشه نویسی فرائض الاصول معروف به رسائل پایان آمد و این کتاب یکی از دقیق‌ترین کتاب‌های اصول و به تعبیر دیگری یکی از عمیق‌ترین فراورده‌های ذهن بشریت واقعاً و نهایت دقت خوانده شد. در توصیف این کتاب و نویسنده آن چه بگویم که من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که آن را یار نیست. نویسنده آن شیخ انصاری یکی از بزرگترین متفکران عالم بشری است و تا کسی واقف به کارهای او نشود از او نمیتواند پی ببرد که چگونه که شخصی است. من میتونم درباره اش بشنم. اینجا تمام یک دوره اصول عالم شیعه از معالم شروع میشه تا کتاب های درسی کنزنس را تا به فرائه و چیز مرشخ چیز آخوند ملا ممکازم خراسانی هست. اینجا یکی که به تو نشون میدم تمامش رو شرح کردم. قرآن هم به زبان خودش اینو ما همه رو میگیم زبان وحی بود به قول خودشون، یعنی زبانی بود که از اون کسی که این زبان وحی رو مردم پیاده کرد، یعنی اپلای کرد به استرش چیزن. تمام اینها مفسرین ایرانی هستن که از کیم که از دوره طبری شروع میشه تا دوره فرض کنی کنونی آقای علامه مثلا، که تمام این مطالبی که به زبان وحی بوده زبان انسانی که روش پیاده کرده. و الان هم ما همیشه در با مراجع قوم هم صحبت میکنیم، ما احتیاجی به یک عده مجتهدینی داریم که بخوان قوانین دینی رو اپلاید کنن، بیکاده کنن روی اینها. اینا باید یه تحولی در بیانشون ایجاد کنن. اونایی که مجلداتش رو بگم شاید از 30 جلد میشه، ولی تمام خیلی کتاب های مثلا یه روزی دولتی پیدا شد کار شفای ما رو چاپ کنه شاید از 10 جلد میشه. الان همین این موسیقی کبیر الان نشونتون میدم، اگه این بخواد چاپ بشه با حواشی و اینا شاید 3-4 جلد بشه. خیلی چیزه، خیلی اون چیز قدیمه رو، یعنی کتب قدیمه رو شهر رو تفصیل کردم، تمام ادبیاتشون هست میاد نشونتون میدم. مثلا تمام مغنی رو تمام تا 8 بابش رو خوندم، در حالی که آخونده 2 بابش رو میخونم. متولم از اول تا آخر خوندم، الان نشونتون میدم تمام مشکلاتش رو شرح کردم، حاشیه کردم که اگه چاپ بشه خیلی همین الان یکی اشکالاتی تو شهرلومه داشت، تمام شهرلومه اینجا هست الان بهت نشون میدم، بعدم نیست ازش یه عکسی بگیری. تمامش رو خوند، حتی مواردی که عتق و عبد و اینا که الان از بین رفته پدرم میگفت بخونی تو میخوای حقوقدان بشی. ببین اون روحیه حقوقی در اونجا، مثلا اون بابا را من خوندم الان نشونت میدم، من که ادعایی باشه چیز بوده قدیم بود، علم براشون مطرح بود، امروز نه، بیشتر مدرک هم همین چیز هست. یه کتاب دیگه است، این چاپ شده، این مال حاجه نصیره. بفرم این چاپ شد، در 2 جلد چاپ شده، چیز نشر مرکز هم یابم شده. حاجه نصیر در این کتاب اون چه از منطق میدونسته آورده، خیلی زحمت کشیده. اساس الاقتباس؟ آره بله، در فارسی. آدم اینا رو میبینه استاد، مقایسه میکنه با کسایی که الان هستن و میبینه اینا چه مردانی بودن. اساس الاقتباس یک دو کارهای جدیدی تو هندسه کردن که چاپ کردنش خیلی خوب بود. ترسیمات هندسیش یه نظریه بود که یه راه حلش دایره ثابت و یه طرف خطکش. این ترسیمات اقلیدوسی رو همه رو چاپ روی کار بسیار انترسان خوب شد و خیلی کار رونجا کردم تو همین کارهای فلسفی اینا که الان هم داریم کانت رو ترجمه میکنیم از متن کمپ اسمیت از انگلیسی، کریتیک آف پیوریزه، نقد خرد پاک. عشق علاقه است که شخص به امری داشته باشه و در اون در پای به دست آوردن اون امر حتی خودش هم فدا کنه. این کار عشق
کاریش کردن تباب فرنگی ها میکردن. همین خانومی که ریاضیدون بود فوت کرد، این کسی بود که واقعا عاشق کار ریاضی بود. من کاراشو دیدم، چون من فارغ التحصیل ریاضیات عالی هم. موقعی که سن ازدواجم بود غرق در ریاضیات عالی بودم، کارهای زیادی هم کردیم که بعضی هاشم اونجا چنون کاری منو وار فرنگی ها انفلوانسه کرده بود، تحت تاثیر گذاشته بود که مثلا به هیچ چیز زندگی نمی رسیدم. دقت میکنی و خیلی عمیق عجب دیگه یه حد سر باز کرد میگه نیم اصلا ازدواج گذاشت. من در دبیرستان ارباز فوتبالیست بودم، جز به بازیکنهای دبیرستان بودم و جز به خورسالهای دبیرستان بودم و فوتبالیست بسیار خوبی بودم و همین هم باعث شد که من در زندگیم ورزش از زندگیم هیچ وقت منفی نشه. دقت میکنم حتی در این سن بالا هم خوشبختانه یا بدبختانه کمرم چیز شده، این دوچرخه‌ای که بهم تجویز کردن خودش داره اون ورزشی که باید بکنم و انجام میدم. آرزویم مقام هیچ وقت نداشتم و از این دستی بختم ناراحتی برش نداشتم. دقت میکنی و بعدم آرزوی پول و ثروت هم نداشتم، چون البته در یه خانواده به دنیا آمدم که غنی یعنی به حد کافی میتونست باشه، بعدم زیادتر از اون پول پرستی رو در من ایجاد نکرد. دقت میکنی حتی یه خونه هم داشتم به یکی از دوستانم بخشیدم. مهمترین چیز برای بنده وطنمه و برای این وطن هم حاضرم همه جور گونه فداکاری کنم و امیدوارم که نسل جوان وطنش رو علاقمند باشه و برای پیشرفت این وطن، اونم پیشرفت واقعی وطن، تا اونجایی که میتونه کار بکنه. چون هیچ چیزی بدتر از بی‌وطنی و بی‌علاقگی به خاکی که روش اولین برخوردی که باش کردین نیست. و اینکه در این مورد هر چی من دارم به علاقه به ایرانه و برای ایرانی داریم باز کار میکنیم. ولی که الان همینم که الان شما دارید زحمت میشه، من اصلا ناراحتم، برای خودم کار میکنم، برای کسی کار نمیکنم. مستو تموم شو ای کاری هم داشته چی بگو من اونجا بگم، من به حسینی بگم ولی گمان میکنم گرفتاره دونی. Thank you.